با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراهین و با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. آقا دیشب بچه‌ها حسابی گرد و خاک به پا کردن. صابرین نیوز توی یه پیام فوری نوشته که دیشب ژنرال مطلق شعای به معنای شایعه پخش کن شهید شده و درست یک ماه بعد از خبر شهادت ژنرال اکبر قیم الکازمی. خلاصه که این خبر به شدت تو رسانه‌های ضد ایرانی و عرب زبان پیچید و کار به جایی رسید که رادیوارتیش اسرائیل هم خبر رو کار کرد، ولی بعد از اینکه فهمید سوتی داده چراغ خاموش توییت رو پاک کرد. کار برای عربم حسابی از خجالت شبکه 11 رژیم صهیونیستی در اومدن و مسخرش کردن که صابرین نیوز اسقاطون کرده. شبکه 11 اسقاطیل هم خبر رو کار کرده و به نقل از خبرنگار متخصصش در امور عرب گفته که ژنرال شایعات مطلق یا همون مطلق شعای مسئول موشکی در سوریه بوده. تازه واسه عکس ژنرال شایعه پخشکار از تصویر شهید سردار همدانی هم استفاده کردن. یعنی چه کردی سردار که تا هنوز ازت وحشت دارن؟ این خبرم بشنویم که حسابی تو رسانه‌های اسرائیل سر و صدا به پا کرده دوستان. روزنامه معارف مدعی شده که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی اخیرش با پوتین مسکو را به کمک در رساندن تسلیحات به گروه‌های مقاومت فلسطین متهم کرده. پوتین هم به هرتزوگ گفته که این امکان وجود داره که این سلاح‌ها نه از کشور روسیه بلکه از اوکراین به سازمان‌های فلسطینی برسه، اما طرف اسرائیلی مدعی شد که اطلاعاتی در اختیار داره که مسیر انتقال این تسلیحات و تحویلشون به سازمان‌های فلسطینی رو نشون میده. روابط رژیم صهیونیستی با روسیه بعد از جنگ مسکو و کیف رو به تیرگی گذاشته. موضع تل‌آویو در مخالفت با روسیه و در قالب اظهارات یائیر لاپید نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی و مقامات دیگه کابینه در راستای حمایت از اوکراین نارضایتی‌های مسکو رو هم افزایش داده. عزیزان این خبر میتونه وضعیت رابطه روسیه با اسرائیل رو از اینی که هست تیره‌تر کنه و طبق ادعای معارف پوتین هم این خبر رو تکذیب نکرده و فقط گفته ممکنه از سمت اوکراین رسیده باشه، یعنی اصل و ذات اتفاق رو نفی نکرده و این زنگ خطری هست واسه اسرائیل. یه رسانه اسرائیلی دیگه هم یه خبر بدتر کار کرده. بشنوین جالبه. روزنامه اسرائیل هایوم در گزارشی ادعا کرده که عربستان به شکل محرمانه هزینه برنامه‌های هسته‌ای پاکستان را پرداخت کرده و در صورتی که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند عربستان هم قصد دارد سرمایه‌های خود را نزد پاکستانی‌ها نقد کرده و کلاهک‌های هسته‌ای آماده از این کشور بگیرد. گازنسکی ضمن تکرار ادعاهای رژیم اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران در ادامه گفته که اگه سناریوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای محقق بشه استقرار تسلیحات هسته‌ای پاکستانی در خاک عربستان یا فروش کلاهک‌های هسته‌ای پاکستانی به عربستان سناریوهای معقولی هستند. این پژوهشگر در عین حال هشدار داده که سعودی‌ها برنامه هسته‌ای پنهانی هم دارن که اسرائیل رو به شدت نگران میکنه. داستان داره هی جالبتر میشه. این یکی رو هم باید بشنوید. پس از گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای درباره آغاز مرحله پایانی ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور، منابع خبری به اظهارات 2 سال پیش رئیس جمهور ترکیه درباره حق در اختیار داشتن سلاح اتمی پرداختند. مصطفی عوزجان، پژوهشگر ترکیه‌ای در این خصوص به روزنامه العربی جدید گفته که ترکیه به عنوان یک کشور بزرگ که از موقعیتی راهبردی برخوردار هست، این حقو داره که سلاح هسته‌ای داشته باشه و از خودش دفاع کنه. العربی جدید در ادامه اشاره میکنه که اردوغان حدود 2 سال پیش اظهاراتی درباره مسئله هسته‌ای بر زبان آورده بود که جنجال آفرین هم شد. او گفته بود که ترکیه باید سلاح هسته‌ای داشته باشه و تحقیقاتی در این خصوص آغاز شده. رئیس جمهور ترکیه به نوعی اشاره کرده بود که هدف ترکیه واسه ورود به جمع کشورهای هسته‌ای رومیزه. خب یه بنده خدایی داشت میگفت که دنیای فردا دنیای مذاکراته نه موشک. صد البته که ما هم با مذاکره مشکلی نداریم، ولی همراه با موشک و با قدرت. اصلا بذارید براتون مقاله نشریه انگلیسی اکسپرس رو بخونم که نوشته نظم جهانی به سرعت در حال تغییر است. آیا ایالات متحده میتواند تسلط خود را حفظ کند؟ این نشریه میگه ایالات متحده به سرعت در حال از دست دادن کنترل خود بر جهان است. ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد و ارتش جهان را در اختیار دارد، اما کارشناسان معتقدند با به دست آوردن قدرت و اختیارات توسط دیگر کشورها بادهای تغییر در سیاست جهانی می‌وزد. شکی نیست که چین به ابرقدرت بعدی تبدیل خواهد شد و احتمالاً با برقراری نظم جهانی دو قطبی جدید که از زمان جنگ سرد دیده نشده است، سیاره زمین را متزلزل خواهد کرد. در این حال ایالات متحده نفوذ خود را از دست می‌دهد. این موضوع را نیز این واقعیت نشان می‌دهد که واشنگتن نتونست مسئله اوکراین با مسکو را از طریق دیپلماسی حل کنه. تو خاورمیانه ایالات متحده داره کنترلش از دست میده و خلأ رو واسه پر کردن رقبا باقی میگذارد. در زمانهای سخت پرستیژ کلید قدرتمند ماندن هست، اما بایدن رئیس کاخ سفید اقتدار و شهرت پیشینیان خود را ندارد تا بتواند با چالش‌ها کنار بیاید. حالا تو این وضعیت تمام تلاش آمریکا اینه که جهان رو وارد بحران کنه. اروپا و روسیه و البته اوکراین که حسابی درگیرن. این وسط چین و خاورمیانه هم باید به طریقی وارد بحران بشن تا دوباره بین آمریکا و رقبا فاصله بیفته. در تازه ترین اقدام هم هیئت 5 نفره قانونگذاران آمریکایی به سرپرستی اد مارکی، سناتور دموکرات ایالات ماساچوست، وارد تایوان شدند. یه دیپلمات ارشد چینی و سفارت پکن در واشنگتن سفر هیئتی از 5 قانونگذار آمریکایی به تایوان رو حرکتی خطرناک توصیف کرد و از این کشور خواستن به اصل چین واحد پایبند باشه. صد البته که ایران و چین و روسیه همینجوری نگاه نمیکنن، بلکه خودشون دارن زمین بازی رو عوض میکنن. واسه اولین بار ایران به همراه متحدان چینی و روس خود در عمق دریای کارائیب و در حیات خلوت ایالات متحده آمریکا دست به انجام رزمایش مشترک نظامی میزنه. رزمایش مشترکی که از روز گذشته به مدت 2 هفته در شمال غرب ونزوئلا آغاز شده و مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هم قرار گرفته. در این بین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که طی سالهای اخیر در تقویت روابط با ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرده، با استقبال از میزبانی کشورش تو این رزمایش بزرگ و حضور بی سابقه نظامی تهران، مسکو و پکن در بارکی سیمتو واقع در شمال غرب این کشور و در چند 10 کیلومتری مرزهای آبی ایالات متحده رو به فال نیک گرفته و اونو چالشی جدی واسه آمریکا نامگذاری کرده. و همونطور که شاید شما هم در جریان باشین، این رزمایش بزرگ درست 1 روز بعد از اتمام رزمایش فرماندهی جنوبی آمریکا برگزار شد و نیروهای پهپادی و تک تیراندازی ایران، چین و روسیه این تمرینات نظامی رو برگزار خواهند کرد. البته که این تنها روسیه، ایران و چین نیستن که تو این رزمایش حضور دارن و کشورهای دیگری هم مثل الجزایر، بلاروس، ویتنام، هند، قزاقستان و ازبکستان هم خودشون رو به بارکی سیمتو رسوندن و تو این رزمایش نظامی بزرگ شرکت کردن. اما این وسط اگرچه که تو این رزمایش بیش از 10 کشور و تعداد قابل توجهی از کشورهای آمریکای لاتین هم حضور دارن، با این حال بی برو برگرد کانون اهمیت موضوع حضور ایران، روسیه و چین به عنوان مثلث کشورهایی که صفبندی جدی در برابر ایالات متحده دارن و در ائتلاف سگانه با تحکیم همکاریهای نظامی، امنیتی و سیاسیشون بلوک جدیدی از قدرت رو در برابر رویکرد یکجانبه گرایی آمریکا و متحدانش معرفی کرده و به دنبال تحقق مهار هژمونی اون هستن. یکی از نکات قابل توجه تو این رزمایش بهره‌گیری ارتش ونزوئلا از پهپادهای مهاجر 2 هست. پهپادی که ویژگی خیره کننده رصد، شناسایی و حمله با قابلیت ضد تانک و ضد نفر رو داره و این روزا تو این کشور آمریکای جنوبی ساخته شده و با نام آنتونیو خوزه سوکره، همونطور که در جریان هستین، شناخته میشه. باید بگم که جمهوری اسلامی ایران با حضور در رزمایش مشترک در آبهای ونزوئلا علاوه بر نمایان کردن قدرت دریایی و نظامی خودش، اثبات میکنه که دامنه تأمین امنیت دریایی خودش رو تا هزاران کیلومتر دورتر از جغرافیای سرزمینی تعریف کرده و واسه تأمین امنیت دریایی ایران تنها به محدوده خلیج فارس اکتفا نکرده. بله دوستان، دنیای امروز دنیای مذاکراته، البته همراه با کارت قدرت نظامی و موشکی و پهپادی. اینجا هم BBC و مهمونش با پروپاگاندا سعی میکنن جوری وانمود کنن که ایران مایل به مذاکره نیست، ولی پیمان عارف حسابی از خجالتشون در میاد. ببینین، من معتقدم که اراده تهران برای احیای برجام در این دور از مذاکرات وین بسیار اراده جدی بود. از کجا اینو میگین؟ عرض میکنم، من معتقدم میخواد به برجام برگرده، اراده راسخی هست، اما اتفاقا از اونجایی که اراده راسخ برای بازگشت داره، میخواد یک بازگشتی صورت بگیره که متضمن منافع دو طرف باشه. ببینید، ایران آمده یک تجربه سرشار از بی‌اعتمادی رو پشت سر گذاشته و الان با این وضعیت مواجه هست که مسائل پادمانی که 2015 یک بار حل شده، سایت هایی که اون 3 تا سایتی که الان محل بحثه، ببینید تمام این 3 تا سایت مربوط به سال 2003 هست، اصلا ما بحث جدید نداریم، که تمام اینها یک بار بحث شده. فقط بحث سایت ترقزآباد هست که جدید، مربوط به 2018. بعد اورانیومی که در ترقزآباد پیدا شده 3.5 درصده، آخه ببینید ما یه مقدار هم به جای قربانی نکوهی، ایران قربانی این داستان بوده از 2018 به بعد، به جای قربانی نکوهی یه مقدار واقع بینانه نگاه بکنیم، ببینیم کی کجا وایستاده. ایران همیشه و همه وقت حاضر به مذاکره بوده، ولی طرف مقابل سعی کرده با ایجاد تنش و قلدری مسیر مذاکرات و مطالبات رو به انحراف بکشونه. نمونه ای از ادعاهای غربی رو این کارشناس بیان میکنه. فکر میکنه که بسته شدن اون پرونده کمتر اهمیت داره تا اینکه مطمئن بشه اروپا که ایران قراره که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و فعالیت‌های هسته‌ایش کنترل شده باشه. پل برجام پل مشروعی که اروپا زده برای حل مسائل امنیتی، حقوقی، اقتصادی، تکنولوژیک و حتی مسائل حقوق بشری هم چشمشو تا حدودی آورده پایین، نمی‌بینه مسائل رو. چرا؟ میگه این از همه مهمتره. حالا کور کردن چشمای آژانس. یعنی چی؟ 27 دوربین آژانس رو گفتن دیگه نمیتونیم ببینیم. ممنوع تصویریم، هم ممنوع تصویر، هم ممنوع گزارش. بازرساتون هم نمیتونه بیاد. شورای حکام آژانس اگر سپتامبر گزارش آقای گلدپور نداشته باشه، مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی کشیده میشه اتوماتیک. اصلا به شورای امنیت هم احتیاج نداره. ما از روزی که یادمون میاد اینا حرف از ماشه میزدن، ولی واقعیت اینه که اینا بیشتر از ما نیاز به توافق دارن. یه خبر احتمال توافق نفت رو چند دلار ارزون کرد. حالا فکر کنین توافق بشه چه خواهد شد. جوابهای پیمان عارف به یاوه‌گویی‌های مهمان رو هم بشنویم که حسابی گرد و خاک به پا میکنه. تا خرخره ایران رو در تحریم فرو بردن، یک جنگ اقتصادی تمام عیار رو آمریکا به ویژه در دوره ترامپ بر علیه ایران شکل داده، ولی ایران یک بار توافق کرده. تمام گزارش‌های آژانس، ببینید آقای گلدپور بهتر از هم میدونن، ایران جزو اگر نگم منحصرترین کشوری است، جزو کشورهایی است که بالاترین سطح نظارت آژانس در موردش وجود داره. شما ببینید بین 2015 تا 2018 در واقع گزارش‌های آژانس یک مورد تخلف ایران انجام نداده بود. این فراموش نکنیم، آمریکا بوده که رفته بیرون. جای قربانی و متهم رو عوض نکنیم. الان سوال اینه ادله آژانس در مورد ترق‌زآباد آیا از راه قانونی به دست آمده یا از راه جاسوسی، اون هم به وسیله کشوری که حتی عضو در MPT رو امضا نکرده. توجه بفرمایید آقای گروسی اگر قرار باشه بره اسرائیل هر بار یه پاکت دستش بگیره بیاد بگه که حالا ایران 2003 تو این کار رو کردی بیا جواب بده. به اعتراف خودشون ایران نظارت شده ترین تأسیسات هسته‌ای جهان رو داره، ولی با یه ادعا سری میزنن زیر میز و دوباره تحریم ها برمیگرده و شروع میکنن به مذاکرات جدید و امتیازهای مسخره که عملا هیچ ایرانی وطن پرستی حاضر به امضای اونا نمیشه. شروط 12 گانه بذارن و بازرسی از تأسیسات نظامی و موشکی و نمیدونم محدودیت‌های برد موشکی رو تقاضا کنن. اصلا این چیزا قابل مذاکره نیست. تو منطقه‌ای که دور تا دورمون رو دشمن گرفته بیایم و خودمون رو خلع سلاح کنیم، اینم نتیجه هسته‌ای شدن کشور. استاندار بوشهر هم دیروز یه خبر مهم رو اعلام کردن که رسانه‌ها کمتر بهش پرداختن. استاندار بوشهر گفت در هفته دولت عملیات احداث آب شیرین کن 70,000 متر مکعبی در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز می شود. 2 نیروگاه اتمی جدید هم که هر کدام ظرفیت تولید 1050 مگاوات برق رو دارن در بوشهر در حال ساخت هست. این نیروگاه‌ها توان شیرینسازی 150,000 متر مکعب آب رو دارن. یکی از مهمترین و بهترین اقداماتی بود که انجام شده و امیدواریم بیشتر و بهتر از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا مشکل کم آبی کشور برطرف بشه. در جریان این که دنیا داره به سمت بحران آب میره و هر کشوری که خودش رو زودتر آماده کنه ضرر کمتری می‌بینه. وقتی اروپا که سبزترین قاره جهان دچار کم آبی شدید شده، ما باید بیش از پیش بحران رو جدی بگیریم. کمبود شدید آب در سرتاسر اروپا زنگای هشدار بی‌آبی رو به صدا درآورده. نشریه اسپانیایی الپائیس گزارش داده که به دلیل خشک شدن رودخانه‌ها تقریبا نیمی از خاک این قاره در خطر هست و 17% در شرایط بحرانی قرار دارند. نه تنها جنوب اروپا از کمبود آب رنج میبره، بلکه کمبود شدید آب در شمال اروپا احساس میشه، تو فرانسه، آلمان، بریتانیا. این عکس روز جمعه در بلفورد در شمال شرقی فرانسه گرفته شده، جایی که رودخانه سار به طور کامل خشک شده و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی وضعیت در آینده نزدیک به سمت بهتر شدن تغییر نخواهد کرد. همزمان با هشدار خشکسالی مردم انگلیس اما برای خرید آب به فروشگاه‌ها هجوم بردن. در نتیجه هم فروش آب سهمیه بندی شده. اگه این اتفاق تو ایران میافتاد مزدوران شبکه‌های لندن نشین تا یه ماه همه مشکلات کشور رو به آب خوردنمون گره می‌زدن واسه سیاه‌نمایی، اما حالا در سکوت خبری به سر میبرن. بعد از بزرگترین رودخانه ایتالیا حالا بزرگترین رودخانه فرانسه هم خشک شده. الان خشک شدن اروپا رو دارن به گرم شدن زمین ربط میدن، ولی خشک شدن زمین تو ایران مقصرش جمهوری اسلامی ایران و مردم و کشاورزاست. بارها گفتم عزیزان که از استاندارد دوگانی که این جماعت متنفرم. این عکسو ببینید، من و تو بعد از سیل تو عربستان نوشته عربستان سرازیر شدن آب از روی پل همچون یک آبشار. تو ایران سیل بیاد تیترش میشه بیکفایتی مسئولین و آب گرفتگی پلها و خیابانها و هزار تا فعل و جمله منفی، ولی تو عربستان که سیل بیاد میشه آبشار. بعد یه عده تو فضای مجازی توییت میزنن که چرا اینا از نکات منفی عربستان چیزی نمیگن. والا اینا نکات منفی رو مثبت جلوه ندن، از بدیهاش پیشکش. کلا ذات این شبکه ها دقیقاً مثل رفتار اربابه. شما این توییت رو که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا زده ببینید، ما 150 میلیون دلار واسه کمک به توانمندسازی زنان و دختران، بهبود امنیت غذایی و افزایش فرصت‌های تحصیلی در افغانستان فراهم می‌کنیم. همین چند ماه پیش خبرشو براتون کار کردم که از 7 میلیارد پول بلوکه شده مردم افغانستان 3.5 میلیارد دلارش رو به بازماندگان و هزینه‌های حادثه 11 سپتامبر پرداخت کردن. نصف پول مردم افغانستان رو بالا کشیدن و بعد با نصف دیگه‌اش دارن به مردم چندرغاز پول میدن و تازه یه منتی هم میذارن. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین عزیزان. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیو دیگه در پناه حق باشین.